به نام خداوند پاک و بی‌نیاز. سلام بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. آرزو دارم که امروز روز خوبی بر شما بوده باشد تا ایدم و بتانین که با صحتمندی و سلامتی روز به پایان برسانین. خوشبختانه امروز هم در برنامه رسم زندگی در کنار شما عزیزان هستیم تا پایان برنامه تعقیب بکنیم و مواردی که در ذهنتان هست، پرسش‌هایی که ایجاد میشه نظر به موضوع برنامه یا برخلاف موضوع برنامه هم اگر باشه، شما میتونین که بر ما پیام‌هایتون ارسال بکنین، مد نظر میگیریم در برنامه‌های بعدی. 488 بعد از کلید 47 در اختیارتان هست، اختصاص پیدا میکنه به پیام‌های صوتیتان. در کنارش 022201093 شماره تماسی که شما را مستقیما با برنامه وصل میسازه و همچنان رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما هم در اختیارتان هست. در صورتی که صفحه ما را فالو بکنین یعنی تعقیب بکنین، میتونین که موارد هم دریافت بکنین، پرسش‌هایتون از این طریق با مشارک بسازین، ذهنیت‌هایتون، مشکلاتی که در جامعه میبینین و خاطر راه حلش شما هم میتونین نظریاتی داشته باشین و همچنان از این طریق بر ما ارسال بکنین و شما هم سهمی داشته باشین به خاطر برطرفی این همه مشکلاتی که در جامعه ما هست. امروز هم موردی که انتخاب شده برمیگرده به نقش جامعه مدنی در انتخابات و در کل در مورد جامعه صحبت میکنیم، ای که افرادی که در یک جامعه هستند و همه ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم در انتخابات. بحث ما در ارتباط با همین مورد هست، شما هم سهم بگیرین و مواردی که در ذهنتان هست و ای که تجارب خودتان چقدر هست میتونین که با ما هم شریک بسازین. نسبت به انتخاباتی که در سال گذشته بود نظریات تا میتونین که بر ما هم ارسال بکنین. جناب عبدالوحید حمزه عضو روند سبز افغانستان در اینجا حضور پیدا کردن و صحبت‌های بیشتر را با ایشان ادامه میتیم و بیشتر از ایشان در ارتباط با همین موضوع جویا میشیم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین. خوش آمدید. عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده‌های تلویزیون خورشید. چنانچه که شما یادآوری کردید دقیقاً افغانستان یک جامعه کثیر القومی است. دقیقاً مدت 270 سال می شود که این کشور ایجاد شده. قبل از این ما یک بحث تاریخی باید از داشته باشم که افغانستان سه امپراتوری را اداره میکرد که بخشش ترکستان بود در شمال افغانستان و بعضش هم ازبکای ماورالنهر و بعضش هم تحت سیطره ایران بود. دیگه نقش انتخابات یا جامعه که ما زندگی میکنیم، قبلا حکومت هایی که تغییر تبدیل میشد، انتقال قدرت با خونریزی ها با هم بود و اکثریت مردم ما شما آواره میشدند، بیچاره میشدند، کشته میشدند تا اینکه یک شخص دیگری به قدرت برسه. خوشبختانه در دو دهه اخیر که ما شما شاهد هستیم، ما شما چندین بار انتخابات تجربه کردیم و با وجود از اون هم چالش های را ما شما سر رای خود داریم، چون انتخابات در افغانستان نو است و انتقال قدرت توسط انتخابات صورت میگیره. جامعه افغانستان یک جامعه است که متاسفانه در چندین دهایی که جنگ بود یک جامعه عقب مانده است. دیگه از انتخابات اینا آگاهی درست ندارند و حکومت هم مکلفیتش است که مردم آگاه بسازه که متاسفانه او کار هم عملا جریان نداره. جامعه مدنی که کماکان فعالیت هایی دارند، واقعا فعالیت هایشان مؤثر است در رابطه با آگاهی دهی مردم در رابطه با انتخابات. دلیل عدم آگاهی مردم در مورد انتخابات برمیگرده به چه؟ ای که کم و کاستی هایی از طرف حکومت بوده یا خود مردم هم نخواستند که برن به طرف انتخابات و اینا در موردش جستجو بکنن، ای که بفهمن که انتخابات چقدر میتونه نقش موثری داشته باشه در بهبود اوضاع یک جامعه. دلیل اساسی که چرا مردم ما آگاهی کم دارم، سه دلیل ما برای شما میگیم که افغانستان دچار از او است که باید از حکومت به او رسیدگی بکنه. ما طبعا فقر اقتصادی دامنگیر ماست، فقر سواد دامنگیر ماست، فقر فرهنگی دامنگیری کشور است. تا به این سه اصل رسیدگی صورت نگیره این مشکلات ما خود داشتیم. باید از ما در رابطه با فرهنگ سازی انتخابات قوی تر بسازیم و موضوع اقتصاد است. حکومت زمینه‌های اقتصادی را به مردم ما مساعد بسازد تا اقتصاد مردم ما خوبتر شود و در رابطه در سواد هم در این دو دهه آخر ما خوشبینی های زیادی داریم که مردم ما زن و مرد رجوع کرده و آموختن سواد. خوشبینی های از و او کارهایی که صورت می گرفت تا هنوز صورت نگرفته، حکومت کوتاه از دو کارهایی که باید از صورت می گرفت. بله، دلیلش هم گفتن که برمیگرده و فقر، ناامنی و مسائل دیگه‌ای که عدم سواد هست در کشور ما، که متاسفانه چنین مشکلی رو ما بیشتر در کشور ما داریم و همین موضوع باعث شده که در ولایت‌های مختلف کسی در مورد انتخابات به گونه‌ای دقیق نمیفهمن و این که اشتراکشون چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر اوضاع جامعه، اینا در موردش آگاهی کامل ندارن. در مورد موضوع دیگر هم صحبت بکنیم که برمیگرده به اعتماد مردم بالای حکومت، که مردم اعتماد کامل بر حکومت ندارن و همین موضوع هم سبب شده که اینا در انتخابات سهم نمیگیرن و موضوع ای که بتونن که در تمام مسائل در کنار حکومت باشن هم مشکل ساز شدن. دقیقاً یکی از دلایلی که پیشتر ما به او سه اصل اشاره کردم، ما شما عملاً می‌بینیم در شورای ولسوالی هم عملاً فعلاً خانم‌ها اشتراک نمی‌کنند. بجز از 44 ولسوالی است، اکثریت ولسوالی‌های دیگه که از جمله 360 ولسوالی‌ها از خانم‌ها خود نامزد یا کاندید بر انتخابات شورای ولسوالی نکرده. یک دلیلش میتونه همی باشه که عدم آگاهی، و دومی که اعتماد مردم بالای پروسه انتخابات برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات. در 3-4 دوری که کمیسیون مستقل انتخابات تمام رهبریش حکومت‌های وقت به عهده داشتن، مردم یک کمی بی باور ساختند. انتخابات 2004 اگر ما شما شاید تقلب‌های گسترده بودیم، در انتخابات 2009 ما شما شامل شاهد تقلب‌های گسترده بودیم، و در انتخابات سال 2014 واقعاً افغانستان تا اندازه به طرف بحران رفت. تقلب‌های خیلی گسترده بود، اسناد و شواهد هم مدرک بود. اینا را همه را جمع کنی، واقعاً سر ذهن مردم، سر ذهن جامعه تاثیر خود دارد تا اینکه مردم با به پروسه ملی کم باور بسازند. بله، حالا ما چگونه بتونیم که همین ذهنیت ها رو تغییر بدیم، خصوصا در سطح ولایات که بیشتر باید آگاهی داده شود که اینا رو بیارن به طرف انتخابات و سهم بگیرن در پروسه انتخابات تا بتونن که خودشون به دست خود جامعه را رقم بزنن. درست است. ما اول گفتیم که اون سه مشکل اساسی را که اول برای شما یادآوری کنم، حکومت به اونا رسیدگی بکنه، و دومی برمیگرده به کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون مستقل انتخابات باید از این پروسه را شفاف پیش ببره. همین فعلا نگرانی‌های مردم که ادامه داره، وقتی که تذکره‌ها توزیع شده، ثبت احوال نفوس، ارقام برای مردم ارائه نمیکنه که چقدر تذکره توزیع شده، و دومی که مردم احزاب فعلا خواستاری است که باید از سیستم بایومتریک یا برقی شود، حکومت به اون توجهی نداشته. اینی بی‌باوری‌ها را زیاد می‌سازد. اگر کمیسیون مستقل انتخابات برنامه‌ای را بگیره به خاطر آگاهی مردم و پروسه را شفاف، هر عملکردی را که کمیسیون مستقل انتخابات می‌مونه باید از مردم و ملت افغانستان و جامعه افغانستان در جریان قرار بده. این باورمندی‌ها را سر پروسه انتخابات و اعتماد سر کمیسیون انتخابات زیاد می‌سازن. مردم طبعا از جنگ خسته هستند، از میل تفنگ مردم خسته هستند. مردم انتظاری را داره که انتقال قدرت از طریق انتخابات صورت بگیره. باورمندی مردم اگر میخواد حکومت باورمندی زیاد شود، کارهای کمیسیون مستقل انتخابات شفاف باشه و همیشه ملت و مردم و جامعه خود در جریان قرار بده. شفافیت وقتی که یادآور میشیم برمیگردیم به این که تذکره‌های جعلی هم خیلی زیاد شده و هر فرد مثلا چند تا تذکره داره، و همین مسئله سبب شده که در ذهنیت مردم یک پراکندگی ایجاد شده و همین ذهنیت ها در مقابل پروسه انتخابات تغییر بیابد. و همین مسئله هست که وقتی به مردم گفتن میشه که برین در پروسه انتخابات سهم بگیریم، میگه که ما به حکومت اعتمادی نداریم، و وقتی که یک نفر چندین بار بتونه که رای بده یا تذکره‌های مختلفی که داره او رو بفروشه برای یک نفر دیگر، پس در این پروسه هیچ شفافیتی وجود نداره. دقیق است. ببین از 25 حمل سال 1397 وقتی که چسب استیکرها آغاز می شود، در ماه نخستین، در ماه اول 3 میلیون از واجدین شرایطی که واجد شرایط رایدی هستند میرن تذکرهای خود استیکر میزنن، چسب میزنن. و ماه بعدیش که تمدید می شود یک ماه پروسه، و هیچ عقل سلیم ایران نمیپذیره 6 میلیون انسان میره و خود تذکرهایش چسب میزنه. و اگر ما ولایت‌ها رو مقایسه کنیم، ولایت قندهار که تقریبا 11 لک کم و بیش افرادش تذکرهای خود چسب میزنه، اونجا شما خودتان مشکلات در ولایت قندهار میبینید. عملا جنگ است، ناامنی است، حتی اکثریت مکاتب دختر خانم‌ها بسته هستند، چرا که باز دختر خانم‌ها برای تذکرهای خود چسب بزنند. ولایت هرات که یک در هر کوچهش که جامعه مدنی فعالیت داره و نفوسشان هم کماکان زیاد است، اونجا 6 لک نفر تذکرهای خود چسب میزنه. این تفاوت‌هایی است که در بین جامعه، در بین ملت یک سلسله بی‌باوری‌ها را به وجود آورده. بازم نگه خواهش من حیث یک تبع افغانستان که در همین جامعه ما زندگی میکنم از کمیسیون مستقل انتخاباتی به این مشکلات رسیدگی شود و تذکرها یا استیکرهایی را که شامل دیتابیس میسازد با هماهنگی با ثبت احوال نفوذ تذکرهای جعلی را از سیستم خارج بسازد تا اینکه باورمندی مردم بالای پروسه ملی بیشتر شود. ادامه صحبت ها را از شما میشنویم و شما هم بیننده باشین. 0202020993 هم در اختیارتان هست اگر پرسشی دارین یا تجارب خودتان را در جامعه میبینین با ما هم شریک بسازین میان برنامه. ادامه برنامه رسم زندگی هست. بازم خوش آمدین. موردی که امروز انتخاب شده برمیگرده به نقش جامعه مدنی در افغانستان و تمام افرادی که در همین جامعه زندگی میکنن. ما شما همگی ما سهم داریم در انتخابات و شکلگیری انتخابات هم برمیگرده به افرادی که در همین جامعه زندگی میکنن و رقم زدن انتخابات خوب هم برمیگرده به ما و شما. میخوایم شما هم سهم داشته باشین در برنامه و مواردی که در ذهنتون هست با ما شریک بسازین. مورد دیگه‌ای که میخوایم صحبت بکنیم از وعده و وعیدهایی هست که پیش از انتخابات داده میشه به مردم و همین موضوع باعث شده که ذهنیت ها پراکنده میشه، همگیشون اعتماد میکنن بالای کاندیدای انتخابات، اما بعد از اینکه انتخابات تمام میشه تمام این وعده ها دوباره فسخ میشه و هیچ چیزی نیست. بسیار گپ خوب است. واقعا در افغانستان یگانه چیزی که در جامعه ما شما بر یک چیز بی‌باور تبدیل شده بر مردم ما کمی وعده و وعیدی که از طرف نامزد وکیلا یا کاندیدای بر پارلمان یا باشه یا به ریاست جمهوری داده میشه، وقتی که اینا بر حریقی قدرت رسیدن یا به مقام موقف رسیدن همه چیز فراموششان میشه که جای تاسف است و ایام برمیگرده بر مردم افغانستان که باید در انتخابات خود اینا دقیق باشند. بله. یگانه چیزی که در افغانستان متاسفانه که ما همیشه او را شاهدش نیستیم آمار ارقام است و زمانی که یک نامزد وکیل یا یک کاندیدی که و پارلمان را پیدا میکنه و هر جا که میشینه میگه ما با مردم قدر کار کردیم با این قدر کار کردیم، این نوع آمار ارقام در اختیار خود نداره و مردم هم از اونا نگه اصلا پرسان نمیکنند که شما با کیها کار کردی و در کجا کار کردی که جای نگرانی است. یان برمیگرده به مردم افغانستان که حالا یکی دو بار سه بار تجربه کردن از اون تجربه های خود استفاده کنند. این بار دیگه گل و کسایی که واقعا که وعده میتن به وعده های خود عمل نمیکنند گل از ورا نخورند و به کسانی رای بدن که واقعا دیگه شناسایی عمیق از او داشته باشند، از شخصیتش، از اهلیتش، که میتونه که دیگه مشکل مردم کمتر بسازه. مهم هم همین هست که اعتماد نمیشه و همچنان در کنارش شناخت درست نیست از افراد که بتونن و گونه درست بشناسن و در مورد تمام زندگیش و در مورد گذشته و ای که چه کاری را میخواین انجام بدن مردم هم آگاهی داشته باشن. مشکلی هست که چند پیام ما از در ارتباط با همین موضوع دریافت کردیم. در مورد نهادها هم صحبت بکنیم. نهادهای مدنی چقدر تونستن فعالیت بکنن در این راستا به خاطر ایجاد ذهنیت ها برای مردم و به خاطر رفع مشکلات در جامعه؟ واقعا نهادهای مدنی در ذهنیت سازی که مردم پایشان کشاندن در پروسه انتخابات مؤثر بوده. تعداد نهادها ماشاءالله بسیار زیاد، لیکن بعد از نهادهایی بوده که فعالیت های داشته. من خودم که عضویت سازمان روند سبز یا نهاد روند سبز داشتیم، ما در پروسه انتخابات و در دیگر پروسه ها واقعا نقش سازنده خود در جامعه داشتیم، چون روند سبز افغانستان از بطن جامعه برخواسته و در رهبریش شخصیت آگاه و توانا محترم امرالله صالح به عهده داره. ما چون اینجا بحث جامعه و انتخابات است، در انتخابات سال 1390 واقعا ما نقش موثری داشتیم. آگاهی اعضای خود فعال ساختیم، در هر نقاطی بودن که تا مردم ما را آگاهی دهی بدن و ما به دهها ویدیو کلیپایی داشتیم که از طریق دنیای مجازی به نشر رسید به خاطر آگاهی مردم ما که مردم آگاهی بدن تا در این پروسه ملی سهم بگیره. نقش نهادهای مدنی واقعا برازنده است به شرط از اینکه نهادها فعالیت داشته باشند. در بعض موارد می‌بینیم که نهادها هم به گونه پروژه‌ای برخورد می‌کنند و نظر به پروژه یک فرد پیش میرن که همین مسئله هم باعث نگرانی برای افراد در جامعه شده. بله، متاسفانه بعضی نهادها هستند که نامشان نهاد از جز خودشان چند نفر دیگر اون نهاد دیگر کسی تشریف نداره و وزارت عدلیه افغانستان باید از یک مقرری را وضع کنه یا یک قانونی را بسازه که نهادها باید از بررسی شوند تا اینکه نهاد واقعی و غیر واقعی از هم تفکیک شود. این گپ شما درست است. بعضی نهادهای را ما خود ما شاهد هستیم که وقتی که به نهاد مراجعه میکنی جز رئیس معاون یکی دو نفر دیگه اصلا هیچ کسی وجود نداره و فعالیت اون نهاد هم معلوم نیست گونه ها در کجا و در کدام عرصه فعالیت داره. گپ شما کاملا دقیق است و خواهش ما از وزارت عدلیه افغانستان این است که بر از یک مقرر شاید داشته باشند کدام مقرر قانون، ولیکن باید از بالایشان تطبیق شود. اگر نهادهایی که فعالیت مثمر ندارند یا لغو شود یا یک اختیاریه برشان. فعالیت نهادهای مدنی در این قسمت باید چگونه باشه؟ اینا چگونه آگاهی دهی بکنن بر مردم که خصوصا در ولایات هستند و دسترسی ندارن به صفحات اجتماعی هم، که بتونن از این طریق معلوماتشان بیشتر بسازن و سهمی داشته باشن به گونه درستش در انتخابات؟ نهادهای مدنی خب واقعا باید اسی وظیفهشون باشه و این مکلفیت حکومت داره تا زمینه را مساعد بسازه به نهادهای مدنی که بروند فعالیت کنند. حالا یک نهاد مدنی کجا میتونه برای دولت‌سرایی نادانی چه فعالیت کنه؟ در صورتی که دویجه اصلا امنیتی وجود نداره. کلی چیز برمیگرده به امنیت. زمانی که ما امنیت نداشته باشیم هیچ چیز نداریم. نهادهایی که واقعا فعال هستند اونا فعالیت‌های خود میکنن در مراکز شهر، ولی که میگه ولسوالی‌های دور افتاده امنیت نداره، اصلا اینجا حاکمیت حکومتی موجود نیست. اونا طبعا یک نیروی مثلا نیستند که اینجا بروند اول امنیت بگیرن بعد از فعالیتش. این برمیگرده به حکومت تا زمینه را مساعد بسازه نهادهای مدنی برای در ولسوالی فعالیت‌های خود داشته باشه. بله دوست دیگه ما که پیام فرستادات بر ما و در ارتباط با کاندیدان ریاست انتخابات گفتن و ای که گفتن که افراد خیلی زیادی هست که سهم گرفتن در پروسه انتخابات و وقتی که اینا نامزد هستن ما نمیفهمیم که به کدامشون رای بده. ما همون راه اصلی خود ما را نتونستیم که دریافت بکنیم و معلومات کافی هم در مورد هیچ یک از اینا داده نشده. ما چگونه بتونیم که کاندید مورد علاقه خود ما را و ای که بتونه که بر جامعه خدمت بکنه را انتخاب بکنیم؟ ببینید دوست ما که واقعا وقتی که میگه سوالشون به جای است، تنها در مرکز در پایتخت که ما زندگی میکنیم بالاتر از 8.5 نفر شاید به لیست نهایی را پیدا کنند که تفکیک خوب و بد در بین 8.5 نفر بسیار به مردم ما دشوار است. باز هم برمیگرده به کمیسیون مستقل انتخابات. باید از شرایط خیلی عمیق میگذاشت تا اینکه کسایی که واقعا ریشه در بین مردم دارند اونا میتونستن خود نامزد وکیل بسازند. و ما در رابطه به سوالی دوست ما اینا میگیم که شما از طریق تبلیغات و از طریق رسانه‌ها درست شناسایی کنه، چون رأی یک انسان بسیار مهم است. رأی یک انسان عزتش است. امی عزت خدا باید از به کسی تحویل کنه و اونا امانتداری درست بکنن. و دومی که پارلمان فعلی را که ما شما مشاهده میکنیم یه عدم آگاهی مردم ما بود به اشخاصی رأی دادن، حتی اما میکروفون است دکمهش زدن نمیتونن که تا اما پیام خدا به مردم خود برسانن. دوست ما که سوال کردن سوالشون بجای است، ولیکن مردم ما دقت کنه این مردم دیگه مردم 8 سال قبل نیست که به وکلایی که مثال بشناسن یا نشناسن رای بدهن. و متاسفانه یک تعداد از مردم ما در گروه و افراد اشخاص با نفوسی هستند که اونا قلدر هستند، زورگوی هستند و پول بیشتر دارند، بیشتر در ولسوالیا در مراکز ولایات حاکم هستند. و ما از حکومت خواهشم تقاضای می است تا زمینه را درست‌تر مساعد بسازه و کمیسیون شکایات عمومی شکایت‌هایی که از طرف مردم شده رسیدگی عام تام کنه تا اونا و افراد در لیست نهایی را پیدا نکنند، تا اینکه بتوانند مردم ما دیگه به فکر آرام به طرف صندوق‌ها رای بروند تا اینکه مورد تهدید این و قلدر و زورگویا قرار نگیره. بله مورد دیگه هم که مطرح شده برمیگرده به این که گفته شده بعضی از افراد هستند که نامزد انتخابات هستند و اینا نفوذ بیشتر در بین مردم دارن و در جامعه دارن، اما از سطح سواد پایینی برخوردار هستن، یعنی سطح سوادشان خیلی پایین هست. در چنین شرایطی باید چه کاری انجام بدن مردم؟ متاسفانه قانون اساسی افغانستان که وقتی که مطالعه ما میکنیم اصلا در رابطه با کسی که کاندید میشوه درجه تحصیل قید نشده. اونجا که واقعا یک جفای بزرگ در حق مردم افغانستان در حق جامعه افغانستان است که لوی جرگه قانون اساسی که در اون زمان دایر شده بود باید از این موضوع را در نظر میگرفت که در نظر نگرفتن. دیگه وقتی که قانون اساسی افغانستانی را در نظر نگرفته این را باز از به کسایی که سواد داره یا نداره باید از خود کاندید بسازه. بازم برمیگرده به مردم افغانستان اونایی که سواد ندارن. اینجا باز جامعه ضرر نمیبینه کسی که سواد کافی نداشته باشه بیاید در یک پروسه ملی که برمیگرده به آینده تمام افرادی که در همون جامعه زندگی میکنن، میان آینده از اینا به دست اونا هست و اینا تصمیم میگیرن. در چنین شرایطی چه کاری باید انجام بپذیره؟ چه کاری باید صورت بگیره که حداقل حق مردم افغانستان ضایع نشه؟ دقیق است. ما یک کمی از این موضوع بحث چون انتخابات است باشیم می رویم. وقتی که حکومت و هدف ملی بله مهم است ما به این خاطر یاد میکنم حکومت وحدت ملی که وقتی که با وجود آمد، دنیا به رهبرای حکومت وحدت ملی سه کار خانگی را دادند که باید از انجام میدادند که متاسفانه اونا انجام ندادند. یکی بود اصلاح نظام انتخاباتی بود که باید نظام انتخاباتی ما اصلاح میشد، واقعا نظام انتخاباتی ما عیبه های خود داره، خوبی های خود هم داره. و دومی که توزیع تذکره برقی بود که متاسفانه او کار هم در حکومت وحدت ملی انجام نشد. و کار سومی که بسیار کار اساسی بود که تعدیل قانون اساسی بود، باید از قانون اساسی ما شما تعدیل میشد. بعضی ماده های قانون اساسی اصلا منافع مردم در نظر نگرفته. همین ماده ای را که من پیشتر به شما یادآوری کردم که در رابطه با یک نامزد وکیل است که اصلا هیچ تحصیل قید نشده، وجه یک کسی که میخواد خود نامزد به پارلمان بکنه تحصیلش چه باشه او قید نشده. و سه کار اساسی را که به حکومت وحدت ملی دنیا داده بود و مردم افغانستان هم انتظار از این داشتند که باید از رهبرای حکومت وحدت ملی این سه کار مهم انجام میدادند که ندادند. متاسفانه طبعا جامعه ضرر میبینه، از این مردم از این ضرر میبینه، بیماری زیاد میشه. این برمیگرده بازم به حکومت و خواهشم از حکومت وحدت ملی است حداقل یک قانون اساسی که 10 سال قبل ساخته شده بود، طبعا نیازمندی ها روز به روز زیاد شده می روند، نیازمندی های مردم قانون اساسی مرفوع کردن نمیتونه، باید قانون اساسی ما تعدیل شود. بعض ماده های از این به بازنگری است و بعض ماده های از این که جامعه ما را متضرر می سازه باید بازنگری شود. بله، از ضمانت رأی ها صحبت شده در اینجا و گفتن که ما چگونه بتونیم که رأی را که برای یک نامزد یا کاندید انتخابات میتیم او را ضمانتش دریافت بکنیم، به خاطر که سالهای گذشته هم وقتی که رأی دادن میبینن که مشکلات ایجاد شده و بعد از رأی دادن همگی پشیمان شدن و از همون رأی دادنشون نتونستن که به گونه‌ای مؤثر چیزی را برداشت بکنن. اینجا برمیگردم هم به کمیسیون هم به مردم افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات باید از این بی‌باوریا را دور بسازه. چنانچه همه ما شما شاهد بودیم در انتخابات سال 2014 بسیار یک تقلب گسترده صورت گرفت و مردم بی‌باور ساخت. مردم حتی از رای دادن خود پشیمان شدند که وقتی که ما رای بدیم یک ثبات به وجود بیاید، این رای ما که وقتی که دایی تقلب صورت بگیره و ما او را خودم کودتای سفید میگوییم، کودتای سفید بالای رای مردم افغانستان صورت گرفت. اونا بیچاره شدند که چطور ما رای دادیم که وزی به طرف یک ثبات بریم، این رای ما کشور را ببره به طرف بحران که به خاطر از اینکه تقلب صورت گرفته. طبعا وقتی که مردم رای میده از رای خود نظارت می‌داشت، از رای خود حفاظت میکنه، رای مردم عزت مردم از عزت خود دفاع میکنه. خود 2014 و بی‌باوری‌ها را بیشتر ساخته بود که نتیجه شما میشد که حکومت وحدت ملی یا حکومت دسره به وجود بیاید که بر علاوه که مشکلات مردم کم نساخت، مشکلات بیشتر ساخت. و انتخابات سال 1397 یک فرصت است به کمیسیون مستقل انتخابات و به مردم افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات زمینه ها را مساعد بسازه که تا همه کار شفاف پیش بره و او بخش مسئولیتش که به مردم برمیگرده، مردم خودش ناظر باشه. و ما از هموطنان خواهش میکنم فقط از یک رای خود استفاده کنه و کسایی را که فریب پولدارا را خورده اند، فریب انسانای زورمند خورده اند، چندین تذکره عقص کرده اند، او بر از او خوشبختی به باور نمیاره. امکان داره که خوشبختی یک روزه و دو روزه و چند افغانیه که بر از یاد داده میشه با بار بیاره، ولیکن در دراز مدت ما را به طرف یک تاریکی میبره تا به طرف روشنایی. ممنونتان، سپاسگزار از یک در برنامه تشریف آوردن. موضوع خیلی مهمی بود که با جناب حمزه داشتیم و شما هم سهم گرفته بودین. سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا دیدار بعد. بدرود.